پرده برداشتن رئیس جمهور کرزای از هدف حملات اخیر پاکستان. رئیس جمهور کرزای در نشست خبری امروز خود میگد که هدف حملات پاکستان این است تا افغانستان حاضر به مذاکره در باره خط دیورند شود و مقامات پاکستان به گونه مستقیم و غیر مستقیم این خواست خود را مطرح کردند. اما افغانستان هیچگاه خط دیورند را به رسمیت نخواهد شناخت. ملت افغانستان از روزی که انگلیس ها خط دیورند ایجاد کردند این خط نپذیرفتند. مردم دو طرف این خط نپذیرفتند. به همین دلیل خط آزاد بود رفت آمد از طرف هر دو طرف مردم این خط. و هیچ حکومت افغانستان این خط نخواهد پذیرفت و نباید هم هیچ حکومت افغانستان جرأت این کار رو بکنه، چون ملت افغانستان نفرین میکنیش و میرانیش. اما هیئت مجلس نمایندگان که برای بررسی تنش‌های مرزی در ولسوالی گشتر رفته بودند چنین میگند: مسئله در کشته باندې نه ده چې پر کشته باندې دروازه جوړه سوې ده، مسئله در کامی در پله پورې ده، در کامی در پله پورې ده چې خپله پاکستاني ځواکونه ویل دي چې در کامی در پله پورې پر دغه ساحه پر موږ باندې خرڅه سوې ده. اونجا پروتکل ها امضا شده و تصاویر قبلی گرفته شده، او سرزمین فروخته شده، حکومت ترسیده به خاطر خیانتی که انجام داده. همین حالا در داخل این تالار کمپاین شروع شده که جلسه سری باشه. ما حق نداریم جلسه را سری بگیریم. این مسئله مربوط به مردم افغانستان است. بخش سرزمین فروخته شده، تذکره توزیع شده، تا کامه تذکره توزیع شده. گروه طالبان که بزرگترین تهدید امنیتی دانسته می شوند و نیروهای امنیتی افغان عملا در حال جنگ با این گروه است، رئیس جمهور کرزای از این گروه چنین درخواست می کند: از یک طرف ملت افغانستان مسئول دفاع خاک خود است، از دیگر طرف بنام طالب سر افغانستان از اون جانبی که خاک مزیر حمله است حمله میشه. پس تکرارا یادآوری میکنم به طالبا که تفنگ خود علیه ملت افغانستان دور کنن، دور بتن شانه خود به جای نشان بگیرن که با افغانستان دشمنی میشه. و رئیس جمهور دریافت پول را از سوی سازمان استخباراتی آمریکا با کاخ ریاست جمهوری میپذیرد و میخواهد که این پول در آینده همچنان پرداخته شود. یه مسئله که من انصار ده امریکی دی استخبارات مشر راوشتی و وقت مولی چی دوی دو مطبعات پر دی خبر دا پیسی بنجی نکی، بلکه دی پیسی تو مشتاق زورت لور دی پیسی باید دا پیسی باید ادامه پیدا که او اغم بادر سر وکری چی بندی نه نو مشتش کرزون کو دا یو زمشکار دیر آسانه کردی. در کنکاش امشب به این موضوع میپردازیم. مهمانان ما در این بحث آقایان سید اسحاق گیلانی، عضو مجلس نمایندگان، احمد ضیا رفعت، استاد دانشگاه کابل، و انجینیر محمد عاصم، عضو ائتلاف ملی افغانستان هستند. قابل یادآوری است که آقای گیلانی تا دقایق دیگر با ما خواهند پیوست. بسیار زیاد خوش آمدید. آقای رفعت، با شما آغاز میکنیم. چرا رئیس جمهور حالا مطرح میکنه هدف عملات پاکستان فشار وارد کردن بر افغانستان است، به خاطر از اینکه بحث ها آغاز شوه در مورد خط دیورند؟ به نام خدا. از چند سال به این سو حکومت افغانستان در برابر مداخله های پاکستان دیپلماسی نرم را در پیش گرفته بود، با این هدف که سرانجام حکومت افغانستان پاکستانی ها را وادار خواهد کرد که آنها از خود حسنیت نشان بدن و از مش مصالح ملی افغانستان حمایت بکنند و از روند سیاسی که افغانستان در پیش از آغاز کرده او را حمایت بکنند و دست از همکاری با مخالفان نظامی بردارند. اما این اظهار نظرهای آقای کرزی به دنبال بعضی از انتقادهای تند دیگری که در هفته‌های اخیر شاهد بودیم نشان میده که حکومت افغانستان کم کم در مورد این آرزویش که حکومت پاکستان حسنیت نشان بده به پایان خط رسیده، یعنی دیگر مطمئن شده است که با معذرت که پاکستانی ها حاضر نیستند که دست از مداخله بردارند. به این ترتیب حالا آقای کرزی با عنوان کردن مسئله تاریخی دیورند در واقع میخواهد که پاکستانی ها را به این نکته
متوجه کنه که افغانستان کارت در اختیار داره که اگر از این کارت استفاده بکنه میتونه یک مقدار جنجال های ارضی را برای پاکستان به وجود بیاره. حالا فکر میکنین که واقعا رئیس جمهور این ترفند را به کار گرفته یا آنچه را که مطرح کردن این خاص اصلی پاکستانی هاست؟ گفتن در نشست هایی که داشتن چه به صورت مستقیم چه به صورت غیر مستقیم به این نکته پاکستانی ها اشاره کردن. ما شک داریم که همه خواست های پاکستانی ها از افغانستان به رسمیت شناختن خط دیورند بوده باشد. از آغاز تاسیس پاکستان تا سال 1357 که افغانستان گرفتار جنگ نشده بود، بله یگانه خواست پاکستان از افغانستان به رسمیت شناختن دیورند بود. اما پس از آن پاکستان زمینه های را مساعد دید برای بر روی کار آوردن دولت دست نشانده و افغانستان را عمق استراتژی خود قرار داد. تا حالا بر روی این سیاست بنای پا می فشاره. بنابراین علاوه بر بحث به رسمیت شناختن دیورند، حالا بحث بیشتری هم از نظر پاکستانی ها مطرح است که عمق استراتژیک خود در افغانستان دنبال میکنه. اگر فرض را بر این بگذاره که همه خواست پاکستانی ها این باشد که دیورند به رسمیت شناخته شود، یعنی به این معنا که دیگر اگر به رسمیت شناخته بشه پاکستان دست از حمایت مخالفان نظامی بر میداره و افغانستان به صلح دست پیدا میکنه. اجازه بدین یک جمله بگم. اگر همه خواست این بوده باشه آنگونه که آقای رئیس جمهور مطرح میکنه، پس به این ترتیب ما نگاه دیگری به دیورند میتونیم داشته باشیم. اگر صلح باثبات تامین میشه و مداخله پاکستان قطع میشه، در این صورت به این میارزد که افغانستان دیورند به رسمیت بشناسد، یا به زبان دیگر مرزی را که در واقع افغانستان به رسمیت شناخته بوده است به رسمیت بشه، یعنی چیز شناخته شده را به رسمیت میشه. این گونه نیست که در واقع ما بتانیم ادعای ارضی بکنیم. حالا که شما اشاره کردین که رئیس جمهور امکان داره چیزهای در ذهن داشته باشه، یا میخوای با این کارت بازی چیزهای را مطرح کنه، حالا شما تصور میکنین که اگر این رویکرد را رئیس جمهور در پیش بگیره، واقعا اون هدفی را که داره یا اون فشاری را که میخوای بالای پاکستان وارد کنه میتونه این کار را انجام بده؟ اول که ما شک داریم که آقای رئیس جمهور بحث دیورنده به عنوان یک سیاست نو همه جانبه ای را در پیش بگیره، به خاطر اینکه به هر حال کمتر از یک سال از پایان کار آقای کرزی مانده است. فکر نمیکنم وارد یک ماجرای تازه بشه، بیشتر شاید که در حد یک جنگ لفظی این مسئله مطرح باشه. حالا این که شما فکر میکنین که ترفندی در کار است، چی میخوای رئیس جمهور؟ حالا اگر این رو به عنوان یک جنگ لفظی در برش نگاه کنین، میتونه این پیامد برای پاکستان داشته باشه، اینکه وضع سیاسی پاکستان یک مقدار شکننده است. از لحاظ مسئله حاکمیت ملی و تمامیت ارضی پاکستان یک مقدار حالا بحث برانگیزتر شده. مسئله بلوچستان هست، به ادامه بحث بلوچ ها اگر پشتون های آن طرف مرز دیورند حس کنند که افغانستان قطعا روی پاکستان میستد، این فکر کم کم در درون پشتون ها ایجاد خواهد شد که آنها هم یک تکیگاه بالقوه را نزد خود فرض کنند و بر پای این تکیگاه بالقوه سیاسی و احتمال داره در آینده نظامی امنیتی چی کنند؟ موضوع خودمختاری یا تجزیه طلبی را عنوان بکنند. خب نفس این قضیه میتونه برای پاکستان در دسترهای جدی در پی داشته باشه. گمان نمی کنم که افغانستان از تر مسئله دیورند در پی این باشه که آن قسمت از خاک افغانستان که جدا شده بر اساس توافق نامه قدیمی ایره پس به دست بیاره، که میدانند چنین چیزی از لحاظ بین المللی ممکن نیست، ولی یک بهانه خوبی است برای افغانستان که بتانه اندیشی جدای طلبانه را به این بهانه در میان پشتونهای آن طرف پاکستان ایجاد بکنه و یک آسیب جدی است بر سیاست پاکستان. آقای قاسم، زمانی که رئیس جمهور امروز مسئله دیورند را مطرح میکنه، واقعا موافق هستین با حرف آقای رفعت که امکان داره ترفندی در کار باشه، یا اینکه واقعا در طول این مدت
و تنش هایی که در پیش آمده پاکستان به دنبال فشار وارد کردن بر افغانستان بوده تا که بحث ها را آغاز کنند و یک افغانستان به رسمیت بشناسند. خط دیورند را. بسم الله الرحمن الرحیم. با تشکر از شما همکارانتان و سلام خدمت دوستان و که دور میز جمع هستند و بینندگان عزیز. باید عرض کنم که موزلی دیورند طبیعتاً یک موزلی تاریخی یردی است در ابتدا بین افغانستان و هند برطانوی و بعدش هم بعد از ایجاد پاکستان بین افغانستان و جمهوری پاکستان. شک در این نیست که این یک موزلی تاریخی و ریشه دار است و در روابط دو جانبه هر دو کشور تأثیرات خاص خود داشته و حتی در بسیاری از موارد مانع پیشرفت ها در روابط و نزدیک شدن ها و بس از موارد دیگه شاید شده باشه. از طرف دیگه این بحث پیامد های مثبت و منفی را به ارتباط امنیت و ثبات در افغانستان همیشه در پی داشته. به این خاطر واقعیت امری است که در رابطه با این موضوع صلاحیت پرداختنش یقینا مردم افغانستان دارند و حکومت های بسر اقتدار در هر زمانی به عنوان دستگاه حاکمه و دستگاه رهبری سیاسی مسئولیت داشتند که در این موارد پیشبینی های خود داشته باشند و برای رفع و پایان دادن به این بحران و موزله فکری داشته باشند که منافع ملی، مصالح ملی و تمام قضایای دیگه باید در او مزمر بوده باشند. اما متاسفانه از بد و آغاز جنجال تا امروز ما با عنوان یکی از اتباع کشور کدام طرح بدیلی را از حکومت شاهی افغانستان تا به امروز ندیدیم که برای حل این موزله بین افغانستان و پاکستان رای حل چی است؟ رای حل را شما چگونه مطرح میکنین که اینجا موقف افغانستان را رئیس جمهور مطرح کردن، گفتن که سال 1893 بدین سو دیگر افغانستان نخواسته که خط دیورند را به رسمیت بشناسه. یکی بحثی است که رئیس های جمهور مطرح میکنن، ولی ما تا چند نسل دیگه از یک واقعیت تاریخی و انکارناپذیر باید گریز بکنیم. بحث اصلی در همین جاست که ما چیزی را که از گروز شاعرانه حکومت های افغانستان از ابتدا تا امروز در بحث شاهدش بودیم و هستیم، فقط اینا پشت گوش انداختن این بحث را موکول کردن به بعض محال اندیشی ها و از طرف دیگه در بدلش جنجال ها و کشمکش ها را که مردم ما متضرر شدن، افغانستان متضرر شده، ای بار دوش افغانستان و دولت های افغانستان. حالا به این نقطه اشاره کنین در مورد تاریخی را که رئیس جمهور مطرح کردن که از اون تاریخ بدین سو هیچ حکومتی در افغانستان تلاش نکرده که این خط را به رسمیت بشناسه، واقعا این موقف گیری همین طور بوده که رئیس جمهور اشاره میکنه؟ ما نظر خودم این است که ما نباید بیشتر از این گریز بکنیم از این واقعیت. این مسئولیت و مکلفیت دولت فعلی افغانستان است. فردا دولت بعدی افغانستان خواهد بود که در این بحث جرأتمندانه با ملت افغانستان بشینه، اول با نخبگان و دانشمندان سیاسی کشور، شخصیت هایی که در بحث ژئوپلیتیک و جغرافیا اونا از فهم و دانش لازم برخوردار هستند، یک نظرسنجی بسیار علمی و اکادمیک بکنه، باز یک بحث را که گذاشته شود به رفراندوم با مردم افغانستان و لوی جرگی ملی افغانستان دایر شود و او موضوع پیش شود تا حکومت افغانستان تصمیم بگیرد. شما شما میکنین که سرنوشت سرانجام در این مورد معلوم شود که بالاخره مشکلاتی که پیش میاد هم در آینده ها حل شود. اما به این نکته پردازین که آیا واقعا آنچه را که رئیس جمهور مطرح کردند که در طول این مدت فشارهایی که از جانب پاکستان وارد میشه بر افغانستان بر عزیز که افغانستان تصمیم بگیره که این خط را به رسمیت بشناسه باید هم مذاکرات آغاز شد؟ من باز تاکید میکنم
کی مسئولیت و مکلفیت دولت فعلی است، فردا از دولت بعدی خواهد. اما در مورد پاکستان چه فکر میکنید؟ جرأت کنه و این بحث را با مردم افغانستان در میان بگذاره، با مردم افغانستان زمینه و فرصت مساعد بکنه در سطح ملی و بین المللی که تصمیم خودشان بگیرن. یک دوم است که ما با گریز از این بحث در برابر پاکستان و تهاجمات کنا پیوسته وقت و ناوقت به صورت آشکار و علنی و غیر علنی داشتن چی را به دست آوردیم؟ خط فرضی دیورنه که از 1893 تا حال انعقاد یافته و شکل گرفته بین به اصطلاح حدود مرز شرقی، مرز فرضی شرقی ما را تشکیل میکنه، ما یک خط فرضی را داریم که حدودش مشخص بوده در او وقت، یکی منطقه حائل بین همین دو مرز فرضی در او وقت توسط دیورن تعیین شده بود. ما در طول اینمی گریزها و عقب نشینی های خود ما او منطقه حائل امیال عملا از دست دادیم. فقط مستقیما بالای دیورن لاین که باید 5 کیلومتر 10 کیلومتر با تفاوت در نقاط مختلف در طول 2500 کیلومتر قوای پاکستان و پوسته های نظامیشان در اونجا او طرف منطقه حائل قرار می داشتن، اینا دیگه منطقه حائل خیلی عبور کردن. پاسخ را دریافت نکردم که پاکستان تلاش هایی را که انجام می دهن، مخصوصا عملاتی را که اخیرا انجام دادن، به منظور از این است که تحت فشار قرار بده حکومت افغانستان را؟ تمام جنجال هایی که پاکستان، یک بحث عمده که بر علیه افغانستان در رابطه با تهدیدات امنیتی و آرام ساختن و بی‌ثبات ساختن افغانستان دنبال میکنن، یک اصل عمده و بزرگ از این بحث دعوای ارضی است که با افغانستان دارد. آقای گیلانی، شما چه فکر میکنین که رئیس جمهور در پی ترفند است که میخواد فشار وارد کنه بر بالای پاکستان برای از کال مطرح میکنن که آنچه را پاکستان انجام میده به خاطر از اینکه ما خط دیورند را به رسمیت بشناسیم؟ واقعا چنین حرفی میتونه مطرح باشه؟ بسم الله الرحمن الرحیم، سلام به شما، به دو دوست عزیزم و ملت افغانستان، بیننده شما. من فکر میکنم که پاکستان دیگه حال او خط ایلا داده پیش می، فکر میکنم اگر فشار سر پاکستان باشه، که ما میبینیم که فشار سر پاکستان است، فشار سر افغانستان است، چون خاک افغانستان میره به طرف پاکستان و اونا سرحدات خود پیش میرن در جاهای مختلف افغانستان. نه آله از زمان جهاد افغانستان، شروع افغانستان، جهاد افغانستان که روساد افغانستان آمدن، از اون وقت که اینا پیش روی خود شروع کردن تا به حالی را که این یک نمونش گشته بوده. من فکر میکنم که مسئله دیورند زمان حل شد که مهاجرت ها صورت گرفت به پاکستان. ما اضافه از 6 میلیون مهاجر در پاکستان داشتیم و حکومت پاکستان یک فرصت بسیار طلایی به دستش آمد که همی دایی ملت افغانستان اینقدر ضعیف سازه که دیگه نامی از خط دیورند رو به نام پشتونستان و چیزا دیگه گرفته نشد. اوش چهره ها و شخصیت هایی هم که در پاکستان دایی پشتونستان بلند کرده بودن، دایی بلوچستان بلند کرده بودن که اینجا بلوچستان آزاد باشه و پشتونستان باشه و یا بالاخره همراه افغانستان یک جا شوند، او نسل دیگه وجود نداره، آل یک نسل دیگه است. اونا به جای پشتونستان پختونخوا گفتن و آل پختونخوا خیبر خود دارن. ما فکر میکنم که این معضله حل است. دیگه مثلا مشکل کلان دیگه که ما هیچ وقت برندش نخواد باشیم و ایست که تمام سهولت های زندگی رو او طرف خط داره، خط سرک قیر داره، مکتب داره، شفاخانه داره، برق داره، گاز داره، چیزایی که ضرورت دارن. در این طرف خط ما در خود شهر کابل می امکانات و می سهولت ها رو نداریم. من فکر میکنم که دیگه این حالتی را که ما افغان ها به خود میگیریم و فکر میکنیم که ما هنوزم اونمو نظام های سابق خود واره، نظام شاهی واره داریم که پولی را که هندوستان و روسیه به اختیار حکومت افغانستان میگذاشت و تابستان تمام ریش سفیدای بلوچستان و صوبه سرحد از او زمان میامدن در اینجا و یک ما دو ما را تیر میکردن در مهمانخانه افغانستان و تحایف میگرفتن و پس میرفتن و یا پول بر اونا پرداخت میشد از طرف از این دو مملکت برشان پول میامد.
این عقده ها همیش به دل پاکستان بوده و هیچ وقت هم فراموش نمی کنه. شما اشاره میکنین که با مطرح کردن این حرف نمیتونه فشار در کار باشه بالای پاکستان، اما او طرف قضیه چقدر پاکستان در پی فشار وارد کردن است که رجمور میگه زمانی که راکت پرانی صورت میگیره، زمانی که دروازه ایجاد میشه، مجبور میسازن افغانستان را بر ازی که یا فشار میتن افغانستان را که تصمیم بگیرن. ببینین اگر از آقای کرزای ما بپرسم که همی دروازه ها، همی دیوارها و همی استنادهایی که ساخته شده، خب به یقین که به یک روز نشده، به یک هفته نشده، به یک ماه نشده. یک دیوار سمیتیک وقتی ساخته میشه حداقل دو ماه سه ماه وقت میگیره. شما امو دروازه و دیوارا و مرکزهای نظامی رو کنا ساختن خوب وقت کار داشت. پاسگاه سال 2002 به این طرف مرکز. چرا ولسوال، چرا قوای سرحدی، چرا امنیت ملی، چرا پلیس، قمندانی امنی ما در اونجا هیچ کسی اول نمیته برای حکومت افغانستان و یا حتی وکلای شورا چرا می که از اون منطقه هستن اول نمیتن که نمی رخم یک کار در جریان است و 5 کیلومتر یا 6 کیلومتر حکومت پاکستان پیش آمده و اینجا دروازه سازی میکنه. ما فکر میکنم که ما دیگه به اون موقف نیستیم که دعوای خود سر زیت یک جای کنیم که او به صورت قطع از دست ما رفته. یعنی نمیتونه مطرح باشه که پاکستان با این کارهای خود بالای افغانستان فشار وارد میکنه. ما فکر میکنم فشار آوردن پاکستان دو چیز است. یکی است که اونا میخوان که با می راکت زدن و اینای خود اینقدر پیش بیان که دیگه هیچ بند بالای او کنر بسته نشه، چون اونا تمام پروژه های زراعتی خود سر از اینمی او استوار نگاه میکنن که حکومت افغانستان هم قدر فشار بتن که در اینجا تعهد کنه که ای آب گشتانده نمیشه. یکی و دومی که افغانستان تا به حد زیر فشار خود بگیره که دیگه برای هندوستان یک قدر موقع نتی که افغانستان مراکز خود داشته باشه و در اینجا دست بالا داشته باشه. حالا که رئیس جمهورم فاش ساخت بر ازی که پاکستان کار را که انجام میده حداقل به خاطر عزیز که فشار وارد کنه که افغانستان مذاکره کنه در مورد خط دیورند و شما نکات دیگر هم اشاره کردین که این هم از جمله اهداف پاکستان است. حالا رئیس جمهور که معتقد به این حرف هم شده چه کار افغانستان انجام بده؟ خب چون میگن که 19 بار به پاکستان سفر کردن اما سفر کردن است یکی هم همراه ملت شریک ساختن. اگر ما قانون اساسی داریم، اگر ما ارگان ثلاثه ما در فعالیت است و کار میکنه و نظام موجود است و قوتهای خارجی در اینجا موجود است و تمام روز پیمانهای استراتژیک امضا میشه، من فکر میکنم که وقت ازی است که امرای ملت افغانستان مشوره کنم، امرای پارلمان افغانستان مشوره کنه. این مسئولیت حکومت است که در روی کاغذ بیارن تمام نوشته ها را و بالاخره بتنید به پارلمان افغانستان یکی نه دو نه سه نه ده تا راههای پیدا کنن و بالاخره لوی جرگه ما یکی که از بالاترین مرجع تصمیم گیری در افغانستان است، لوی جرگه را دعوت کنن و همین معضله را حل بسازن. شما فکر میکنین که در گذشته کاری که صورت نگرفته اگر حالا هم رئیس جمهور افغانستان اقدام کنن میتونه نتیجه بخش باشه؟ با فکر میکنم که ما هر وقتی که اقدام کنیم که از یک معضله خود خلاص کرده باشیم. ببینین اولین دایی پشتونستان عبدالرحمن خان نبود ولی سردار محمد داوود خان بود. داوود خان رفت دو بار ملاقات کرد، هم امرای ذوالفقار علی بوتو در کابل و امرای جنرال ضیاءالحق در اسلام آباد که بر ما از بحر هند بر ما سرک بتین تا به افغانستانه. ما دیورند به رسمیت میشناسیم ولی خب روسا عصبی شدن چون نمیخواستن و اونا فکرهای دیگه داشتن برای رسیدن به آبای گرم. اونا در زمان جهاد هم که قوتهای روسی در اینجا بود برای نوابا و به سردارای بلوچ اونا پول میدادن، اسلحه میدادن، حتی بر علیه مجاهدین در قوم افریدی اونا اسلحه توزیع کردن. این کارهای خود کلگی شکردن ولی مربوط به حکومت افغانستان میشه که می دلاوری و می شهامت کدام حکومت افغانستان داره که ملت خود از یک معضله بسیار کلان نجات بده. حالا که خود رئیس جمهورم به هشدارهای پاکستان اشاره میکنه یا به اهداف پاکستان اشاره میکنه، پس از این چقدر شما فکر میکنین که عزم بر اقدامات جدی جذب میشه؟ نه، من فکر میکنم خود وجود از این حکومت ها این حالت نمیبینم. یک سال بسیار کم از برای که آقای کرزای بتانه این رقم یک اقدام کنه. ما این میگذاریم برای حکومت آینده که او هم این رقم حکومت منتخب باشه و ملت افغانستان قبولش کرده باشه و تصمیم بگیره و امرای ملت شریک بسازه. پس از وقفه کوتاه این بحث همچنان ادامه.
باز هم خوش آمدید. آقای رفعت، شما شنیدین که رئیس جمهور افغانستان انگشت انتقاد را متوجه پاکستان ساخت و اهداف پاکستان را امروز واضح ساخت که پاکستان در پی این حملات خود چه هدفی را دنبال میکنه. گذشته از این زمانی که هیئت پارلمانی به ولسوالی گشت سفر میکنه، اونا میگن که مقام های افغانستان بعضی از مناطق مرزی را فروختن برای پاکستان. زمانی که این چنین حرفای مطرح میشه، باز چطور میتونن بحث بر رسمیت شناختن یا نشناختن دیورند را مطرح کنن؟ یک مقدار تناقض در اظهار نظرهای آقای کرزی هست، به این معنا که اگر بپذیرین که هدف پاکستانی ها فشار آوردن بر حکومت افغانستان است تا این حکومت حاضر شه مرز دیورند به رسمیت بشناسه، خب باید بگوییم که از نظر پاکستانی‌ها این مسئله پایان یافته است. پاکستانی‌ها هرگز چنین تقاضایی از افغانستان نخواهند کرد که دیورند به رسمیت بشناسیم. یک، اما ظاهراً که رئیس جمهور همین حرف را مطرح میکنه. اما اگر که براستی افغانستان بر حق است در این مورد از لحاظ حقوقی که بخشای از آن طرف دیورند مربوط به افغانستان هست و این مرز نباید به رسمیت شناخته بشه، خب چرا ما منتظر فشار پاکستان باشیم که بحث آغاز کنه؟ برعکس، ما باید بر پاکستانی‌ها فشار بیاوریم که بحث را در این مورد آغاز کنه. چطور آقای رفعت وارد شده میتونه در حالی که اینجا مقام‌ها نمایندگان مردم نگران فروختن بعضی مناطق افغانستان هستند برای پاکستان؟ حالا خیلی بحث بمونه جای خود سر همین اظهار نظر که ما چرا منتظر فشار پاکستان بر خود باشیم که بحث را آغاز کنیم در مورد رسمیت شناختن. اگر حق ماست، چرا ما از پاکستانی‌ها نمی‌خوایم که بیان وارد بحث بشن؟ چرا اگر اونا حاضر نمیشن مسئله خود ارجاع نمیدیم به نهادهای حقوقی جهانی در این مورد؟ پاسخ این چرا نزد شما چیست؟ خب حکومت‌های افغانستان میدانند که ادعای ارضی نمیتونن بکنن چون دستشان در این مورد خالی هست. خود سردار محمد داوود هم در آغاز تاسیس پاکستان مسئله دایی پشتونستان، او هم با سرعت همیشه عنوان نمیکرد که مربوط افغانستان، بیشتر دایی پشتونستان یعنی خود مختری را مطرح میکرد، گاهی هم به صورت کمرنگ که به افغانستان به پیوندن یا را که مطرح میکرد، در واقع در رقابت با پسرکاکاهایش در مورد صدارت بود که عنوان میشد، یعنی به نام وجهی ملی کسب بکنه در اون زمان ها. بعد که سردار محمد داوود در جمهوریت به قدرت رسید، خودش دیگر فهمید دروغی که گفته، خب دروغ خودش باور نمیکرد. هدفش از عنوان کردن کسب قدرت بود، یعنی کسب صدارت بود در وقتا در رقابت قدرت با پسرموهش. اما وقتی که رئیس جمهور شد دیگر در قدرت بود، باب مذاکره رو با پاکستانی ها با ذوالفقار علی بوتو باز کرد به منظور حل این قضیه و در عمل پذیرفته بود که این مسئله دیگر بایگانی بشه به تاریخ به پیونده. در مورد مسئله دیورند دیگه بحثی نیست که پاکستان فشار وارد کنه که ما بیایم در این مورد مذاکره رو آغاز کنیم. بس میشه به اهداف رئیس جمهور اشاره کنین که حالا که پس از چندین سال مطرح میکنن که با این کارهای خود پاکستان چنین هدفی را داره، رئیس جمهور چی میخواید؟ یکی این است که خب حالا کمی روشن شده که حکومت در مورد بعضی از منطقه‌های مرزی که پاکستان پیش آمده بود تعلل کرده و یک تعلل غیر قابل بخشایشی است، یعنی به موقع باید دولت ها در این مورد عمل بکنن. خب حالا میخواید که یک مقدار جبران او قضیه بشه و شاید هم رئیس جمهور در پی این است که اگرچه ما از لحاظ حقوقی مستحق بخشای از آن طرف دیورند نیستید، اما میتونید مسئله ساز که بشید، یعنی حالا که پاکستان مداخله میکنه دست از مداخله بر نمیداره، ما هم بهانه که شده یک چیزی را عنوان میکنیم، دست کم آنگونه که گفتم چیزی را اگر ما به دست نیاریم، خب جنجال سیاسی ارضی برای پاکستان ایجاد میکنیم و در نتیجه این جنجال شاید تفکر تجزیه طلبی را در درون پاکستان در میان پشتون ها ایجاد بکنه که آنها بخوان خب از پاکستان جدا بشه. البته این در صورتی است که اگر ما این موضع‌گیری آقای کرزی آغاز یک سیاست مدون و حساب شده در این مورد بدانید، که در این مورد هم من شک دارم که یک سیاست از پیش تعیین شده باشه، دلیلش هم این است که مدت کمی از حکومت آقای کرزی من باز سیاستی را که اگر طراحی کرده باشه چی قسم میتونه ایره پیش ببره، جز اینکه به هر حال حالا در حد لفظ ایره در نظر بگیریم و پاسخی به این فشارهای
ملی که چرا به موقع در مورد پیشروی های پاکستان به سمت افغانستان حکومت وارد عمل نشده است. خلاص آقای قاسم، اگر بس روی بخش های دیگه حرفای رئیس جمهور داشته باشیم، اونا درخواستی از طالبان داشتن. شما شنیدین که رئیس جمهور افغانستان گفتن که باید تفنگ خود را برگردانند به طرف کسانی که افغانستان را تهدید میکنن. رئیس جمهور چطور این حرفا را مطرح میکنه در حالی که نیروی امنیتی افغان با طالبان در حال جنگ است و طالبان هم تهدید بزرگ بر افغانستان دانسته میشن؟ ببینین، ما در مقطع فعلی از نظر ساختاری یک دولت نسبتا نزدیک به اراده و آرای مردم داریم. باید دولت فرق می داشت نظر به سایر دولت های قبل از این حکومت، مخصوصا با که بعد از سال 2001 تا حال تشکیل شده. ولی متاسفانه این دولت در نتیجه نداشتن یک استراتژی و پالیسی مشخص تمام ضعف ها و ناتوانی های فعلی را خودش در بهای نبود پالیسی به جان خریده ای را. و اینمی مسئله باعث از شده که کسانی که طمع دارند به افغانستان از جمله پاکستان این فرصت برای خودشان غنیمت ببینن و پا را پیش بگذارن. زمانی که ما پالیسی و استراتژی در دفاع و حراست از مرزهای ما نداشتیم و نداریم، پالیسی کارا و مؤثر را چگونه میتونیم یک جریانی که در حال جنگ است و بر اسقاط دولت و نظام فعلی می جنگه، در نبود یک استراتژی و یک برنامه ملی و حمایت سراسری ملی از این نظام، بالاخره این نظام حرفی داشته باشه که مخالفین مسلح را وادار به این بکنه؟ اصلی امیس آقای قاسم، رئیس جمهور آیا این قضایا را درک نمیکنه؟ آیا آنچه که جریان داره در افغانستان درک نمیکنه و میای چنین حرفی را مطرح میکنه؟ ببینین، دلیل باختای ما در برابر پاکستان در طول بیش از 12 سال که جناب آقای کرزی در رأس حکومت هستن است که ایشان همیشه به جای از اینکه در رابطه با قضایای دو جانبه و منطقه‌ای با یک با داشتن یک استراتژی و برنامه برخورد میکردن، اینا همواره در پی یک نوع معامله شخصی بودن، همواره کوشیدن که یک نوع معامله بکنن. با همین طالبان جناب آقای کرزی به جای از اینکه به فکر ازی بوده باشند که یک برنامه داشته باشند و به اساس او برنامه مطابق از او طالب ها را به صلح دعوت بکنند، اینا همیشه در پای ازی بودند که با همین طالبان به یک شکل شخص خودشان و دستگاهی که مشخصی که اطراف دور اطراف خودش است، همینا با اونا کنار بیان. هم در رابطه با پاکستان و جنجالایی که با افغانستان داشت، توقعات معاملات شخصی ازی ما را به یک ضعف و ناتوانی کشاند که پاکستان جری شد، جرأت پیدا کرد و امروز به اصطلاح تجاوزات آشکار از یک سال به این طرف شروع کرده کم کم و خاک افغانستان کم کم زیر پای خود کرده می روه. و در رابطه با مخالفین مسلم همی بسر است که آقای کرزی دنبال کردن، به جای یک چنین شعارهایی که اصلا عملی نیست، نمیتونه کدام نتیجه را در پی داشته باشه، مطرح کردن یک چنین شعارهای میان خالی چه کمک ما میکنه؟ به او خاطر بهتر است که یک طرح و برنامه دیگه که واقعا در موقف مخالفین مسلم تغییر ایجاد کرده بتانه، رهبری سیاسی افغانستان باید یک چنین بحثایی را داشته باشه که متاسفانه نداره. خیلی سپاس آقای گیلانی. از شما میخوایم کمین بسر را بپرسم که رئیس جمهور چطور از افراد تقاضا میکنن که کاری انجام بدن در مقابل کسی که از اونجا تنبیل میشن؟ فکر میکنین که چطور رئیس جمهور این حرفا را مطرح میکنه و حداقل این حس را پیدا میکنه که امکان داره چنین کاری صورت بگیره؟ خب من سر از این تبصره نمیکنم، به خاطر که یک چیزی است که امکان نداره. یک چیزی که امکان نداشته باشه سر از او آدم بحث هم نمیکنه که طالبان گپ آقای کرزی بشنون و برن سر اسلام آباد حمله کنن، که نمیشه. من فکر میکنم که آقای کرزی باید از چند کار دیگه کنه که به نفع ملت افغانستان تمام شه. اول ملت افغانستان از این سردرگمی نجات بده، از این حالتی که پیش از در افغانستان از این نجات بده، اینا را در تمام قضایا شریک بسازه، تمام صحبت هایی که سر سیاست افغانستان میشه این باید از ملت افغانستان و این را در چوکات دولت افغانستان مطرح بسازه، نه در چوکات ارگ. خطوط اساسی افغانستان که یکی از مسائل مهم افغانستان بود و قانون اساسی سر زو پافشاری میکنه، تابال ما نداریم. در 12 سال ما نتانستیم که صاحب خطوط اساسی باشیم.
اگر ما این کارا را در 12 سال کرده می بودیم و بالاخره امروز به میت یک معضله گیر می شدیم، حتما برش بسیار با آسانی هم راه پیدا می کردیم که چطور از این معضله خود بیرون کنیم. از اینکه ما بگوییم که حالا برو طالب تو فلان جای حمله کو بازو گپ ما را گوش نمی کنه و نا خود نشخند مردم بسازیم، ما فکر می کنم که بهتر است که سر ملت افغانستان در کنیم. مورد دیگه ای که رئیس جمهور افغانستان حرف زدن مسئله پرداخت پول از جانب سازمان استخباراتی آمریکا به کاخ ریاست جمهوری بودن. رئیس جمهور افغانستان گفتن که این پول کمک دولت به دولت دیگری است. واقعا چنین چیزی است؟ ما فکر می کنم که اگر ما یک مقدار به تاریخ بریم، می ارک تنها از امریکا نه بلکه از پیشتر از امریکایی ها، از پاکستانی ها به زمان طالبا و زمان مجاهدین، از او کم پیشتر حزب دموکراتیک خلق از مسکو و یک کم بالاتر بریم از او پیشتر از انگلیسا پول می گرفتن. ولی خب این پول جریان داشت و میامد و این تمام اسناد تاریخی موجود است که کدام پادشاه چقدر پول تقاضا میکرد و وقتی که امپراتوری انگلیس بود در هندوستان از هندوستان چقدر پول میگرفتن. شما میدونین که زمانی که آشکار شد مسئله پرداخت پول از جانب سازمان استخباراتی آمریکا، واکنش هایی را در پی داشت، گفتن که این پول یا پرداختش غیر قانونی است. حالا رئیس جمهور چقدر توجیهی که میکنن قابل پذیرش است؟ من سر زمین میامدم. ای خو یکی امی سلسله است که دوام داره متاسفانه در ارک و پول میاد. ولی ما میرقم یک نظام منتخبی که قانون اساسی داشته باشه، پارلمان داشته باشه، هر سه ارگانش درست باشه و ملت افغانستان به او اعتماد کرده باشه، در پای صندوق رفته باشن، برش رای داده باشن و باز همه چیز از ملت افغانستان پوت باشه، ما فکر میکنم که این کار نادرست است. این را باید از امرای ملت افغانستان مطرح میکرد که ما اینقدر پول گرفتیم، آن هم سر وقت است. بگویند که ما از آمریکا اینقدر پول گرفتیم، از ایران اینقدر گرفتیم، از انگلیس این مقدار پول گرفتیم و این را در کدام راه ها مصرف کردیم. این ما بر بورسی های محصلین دادیم، کرای خانه ها را دادیم که من نمیفهم برای چی خانه ها کرا شده بود، برای کی کرا شده بود، به چی مقدار کرا شده بود. این مصارف است که باید از دفتر رئیس جمهور جوابده باشه برای ملت افغانستان. آقای رفعت، شما شنیدین زمانی که این بحث مطرح شد یا بازی شد که آمریکا پول میپردازه به سازمان استخباراتی آمریکا به کاخ ریاست جمهوری پول میپردازه، نمایندگان مجلس شمارشان مطرح کردند که پرداخت این پول غیر قانونی است. اما امروز رئیس جمهور میگن که ما میخوایم که این پول هم چنان پرداخته شود. چرا رئیس جمهور تاکید بر پرداخت پول داره؟ پرداخت پول از سوی آمریکا برای حکومت افغانستان غیر قانونی نیست. خوب هم هست، اما آنچه غیر قانونی هست و خوب نیست این که نحوه مصرف پول ها اگر پنهان میمانه اینجاش عیب داره. خب افغانستان کشور است که همه پول هایی که ما داریم از خارج است. حتی بحث رسانه، خب رسانه ها حمایت میشن و این حمایت خوب است، خارج ها پول میدن. یک دنم پولی هم بود که استخبارات در آغاز اداره موقت که میخواست بر روی کار بیای پرداخته بود در آغاز عملیاتشان بر ضد طالبان، که خب سازمان استخبارات روشن شد که برای مارشال محمد قسیم فهیم پرداخته بود، برای امیر محمد اسماعیل خان پرداخته بود، برای استاد سیاف پرداخته بود. خب در اون وقتا نقش چون آقای کرزای در قضیه نداشت، نپرداخته بود. بعدها هم حالا بعضی ها از جریان های سیاسی از بعضی از کشورها پوشیده پول دریافت میکنن، بعضی نمایندگان پارلمان شاید که پوشیده از سفارتخانه پول دریافت میکنن. اما اگر پولی به افغانستان داده میشه اینجاش عیب نداره که امریکا چرا پرداخته. شما که بیشتر اشاره کردین این زمان مشکل خلق میکنه که واضح شود که به کجا مصرف شده. آنچه گزارش ها میرسانه ایست که این پول به افرادی داده میشن که بعد به مو سازمان کار کنن، یا نفوذ این پول پرداخته میشه به خاطر نفوذ در کاخ ریاست جمهوری. اگر این حرف مطرح باشه، چرا دیگر رئیس جمهور میخواد که همچنان این پول پرداخته شود و اسرار فاش شود بر سازمان های استخباراتی بعضی از کشورها؟ خب یک بخشی از این پول ها که شاید به مقصد های معین پرداخته شده که روشن هست، یک مقدارش البته شاید به بعضی از خانواده های آسیب دیدگان، برای بعضی از کسانی که در نتیجه بمباران
متضرر شدن، خانواده بعضی از شهیدان در این مورد، حتی برای حل بعضی مشکلات برای بعضی از متنفذان قومی پرداخته شده باشه اینها. در شما فکر میکنین آقای رفعت که کاخ ریاست جمهوری به این مقدار پول ضرورت داره؟ اگر شما بودجه که اختصاص یافته او را توجه داشته باشین، 86 میلیون دلار برای مصرف ریاست جمهوری در بودجه سال 92 در نظر گرفته شد و 582 میلیون دلار هم تحت عنوان کد احتیاط بر اینجا در نظر گرفته شد. حالا به اضافه اینها، اگر که ادعا میشه که به این بخش هم کمک‌های شده، خب بحثی نیست. یعنی نمایندگان مردم هم در پارلمان مخالف نیستن اگر به خانواده شهیدان داده شده باشه، به آسیبیدگان داده شده باشه، اگر به متنفذان قومی اگر مشکل محلی رو میخواستن حل کنه، اینا در این بحث ها خب هیچ کس مخالف هم نیست. خودش شما دست باز داره باید چنین کارهایی بکنه، از مسئولیتایش هست، حکومتی که پول نداره خودش زیاد. اما در آن جایی که مصرف شده باشه و درک مصرف روشن نباشه و حساب و کتاب در کار نباشه، در واقع در اینجا مثلا بحث برانگیز میشه. حالا اگر فلان رهبر یا قماندان جهادی در یک زمان از استخبارات پول گرفته و حالا پوشیده عمل میکنه، خب آن حکومت نبود، اگرچه در مورد اونها هم سوال هست که خب که باید حساب و کتاب پس بدن، ولی مسئولیت حکومت ها سنگین تر است که باید از لحاظ مالی شفاف باشن. اصل شفافیت مالی یکی از مسئولیت های اصلی حکومت ها هست. در یک مورد دیگری هم که شما حالا این زمانی که مصرف پول شفاف نمی باشه، پس میشه اسمش را گذاشت که این پول ها به صورت غیر قانونی دریافت میشه و مصرف میشه؟ دریافتش نمیشه بحث قانون و ناقانون، چون هر کس به افغانستان کمک کنه ما میپذیریم، این مشکل نداره. خب استخبارات اگه فردا پول به پارلمان هم بده، پول پارلمان باید پول بگیره، ولی در مورد مصرف کردنش بحث است. ما به این کار نداره که کدام نهاد میده، ما به این کار داره که ما به پول ضرورت داریم. اما این که پول چطور مصرف میکنه، این باید مثلا شما یک نکته دیگری هم که بیشتر مطرح شد در مورد طالبان که رئیس جمهور از آنها خواسته است که میلای توفنگ خود به سمت پاکستان برگردانید، این یک طرف قضیه است که میمانان عزیز روشن کردن که شدنی نیست. اما یک نکته دیگر رو هم عرض کنیم که از لحاظ سیاسی مقبولیت ندارد که رئیس جمهور یک کشور از یک گروه یا گروه های مسلح که مربوط به کشورش هستن بخواهد که اینها بر ضد کشور دیگر وارد اقدام شد. در واقع این به معنای مداخله در امور یک کشور دیگر هست که در این مورد ما توجه آقای رئیس جمهور را میخواهیم که این در واقع تمسک میده برای پاکستانی ها که ببینین اگر اند غافل شوید اینها در پی این هستند که میلای تفنگ خود به سمت ما بردارن. آقای عاصم، چقدر شما موافق حرفای رئیس جمهور هستین؟ گفتن که پرداخت این پول کمک یک دولت برای دولت دیگه است و این پولا را گفتن که برای مصرف ریاست جمهوری، برای هزینه تحصیلی و موارد دیگر به مصرف میرسه. و در نکته دیگه ای که واقعا ریاست جمهوری به این مقدار پول ضرورت داره، پول در بودجه افغانستان مقدار زیاده در نظر گرفته میشه که شما شاهد هستین که دو بار به این منظور هم رد شد بودجه و کمک هایی که دریافت میکنه. ما میخوایم به این رابطه یک سری از معلومات خودم ارائه بکنم و سوال شما را هم جواب بگم. ما در دوره 15 در پارلمان بودیم، آقا صاحبم دو دوره با هم هم دوره بودیم، اینا در دوره 16 هم در مجلس نمایندگان تشریف دارن. ریاست جمهوری برای تمام مصارفاتش، حتی برای شورای امنیتش، از معاشاتشان گرفته تا تمام چیز، خریداری موترها، کرای خانه ها و غیره و غیره، در کود 90 و 91 کمو بیش از 70 میلیون دلار که شما اشاره کردین، این پول داره و بخش به اصطلاح مبارزه با حوادث ما پیسې خود داره، بخش فامیل های شهدا و معلولین پول خود دارن که شامل کود است، هر کدام از این ارقام خود داره. حتی این پولا تا آخرم 1%، 5%، 2% رقمشان میمانه در امی کودها نزد چیز مصرف نمیشه سال. تا پایان سال. اما پولایی که امروز افشا میشه، ای عبارت از او پولایی است که تمامش در رای فساد، در رای بدبختی افغانستان، در رای به انحراف کشاندن دولت فعلی افغانستان از اینا به مصرف میرسه. اینی پول است که در اختیار
به اصطلاح یکی دو نفر آدمای خاصی که رئیس جمهور اونا را کود ارتباط ساخته با همین شبکه‌ها که شاید هم یکشم انجینر ابراهیم باشه، اینا اینمی پولای میلیونی را به حساب دلار میگیرن برای خریداری افراد، برای خریداری اشخاص، برای خریداری جایدادهای شخصی، برای بسا موارد دیگه که اینا شخصا دو لازم میدانن از این پول استفاده میکنن. این پول جز فساد، کساد و بربادی را برای مردم افغانستان برای چیز دیگه به اصطلاح به مصرف نمیرسه. حتی اما چقدر فکر میکنین این پول پرداخته میشه برای ازی که اطلاعات را جمع آوری کنن سازمان های استخباراتی؟ عرض میکنم حتی به ارتباط خونساسازی عناصر و اشخاص از این پول استفاده میشه، به ارتباط دفن کردن جریانات و احزاب سیاسی از این پولای کلان عناصر خریده میشه و تمویل میشن، تجهیز میشن که اونا به اصطلاح فکرشان بفروشه به اینا و به اصطلاح دهن خود ببندن، چشم خود ببندن در برابر از اینا، در این مصرف میشه. آمدیم در رابطه با مسائل استخباراتی، او پول جدایی است که در اختیار به اصطلاح شبکه‌های استخباراتی و امنیت افغانستان قرار میگیره. مثل که آقا صاحب اشاره داشتن، حالی خب ما دارا دولت منتخب هستیم و ارکان ثلاثی از این منتخب است از طرف مردم افغانستان. هر پولی که ما باید شامل تخصیص دولت افغانستان شود و از طریق تخصیص عمومی دولت و از طریق وزارت مالیه شامل فصل و باب مصارف تمام ارگان‌های دولت افغانستان شود، ما او را میپذیریم. این قانونی است، معقول است و منطقی است. چی لزومی داره که نه یک صد هزار دلار، نه یک میلیون دلار، نه پنج میلیون دلار، به اصطلاح ده ها میلیون دلار همه ساله در اختیار یک شخص و دو سه نفر آدم به اصطلاح ارتباطی خاصش قرار میگیره و این هم همه فساد و بدبختی را به اصطلاح در پی میاره، مصرف این پول ها. آقای گیلانی، همونطور که شما اشاره کردین، زمانی که مصرف این پول ها واضح نیست که در کجا مصرف میشه، یا تا اینجا تا وقتی که یک رسانه گزارش نمیده اینا نمیگن که ما پول دریافت میکنیم، فکر میکنین نشانگر عزیز که این پول ها دریافت میشه تا سازمان های استخباراتی نفوذ داشته باشند در درون کاخ ریاست جمهوری؟ من فکر میکنم که بهترین کاری خواد باشه که آلیگیری اگر امریکایی ها افشا نمیکرد به یقین که ما شما خبر نمیشدیم و روزای اول حکومت افغانستان تا به روزای امروزش فرق میکنه. روزای اول واقعا نه بودجه موجود بود، نه نظام درست بود و به یک حالت شکست و ریخت بود. اگه اون وقت ارک پول میگرفت از این مراکزهای استخباراتی حق داشتن، ولی قسمی که آقای رفعت فرمودن که آله برای مثلا پارلمان پول بگیره، من فکر میکنم که بسیار غیر قانونی گپ است که سیایی در مرتر خود پول انداخته باشه بیاره برای رئیس ولسی جرگه پرته که این پول ما برای شما آوردیم. نیه اگه او برای ولسی جرگه کمک میکنه یا برای هر نهاد دیگه کمک میکنه، او رو به حکومت افغانستان بده، با وزارت مالی افغانستان بده و بگه که این پول برای مصرف فلان دستگاه هست که ما برای شما کمک میکنیم و این رسم اصولی حکومتداری است. حالا در مورد این پول ها چنین روند عملی نشده یا چنین پروسیجر عملی نشده، پس فکر میکنین که به چه منظور این پول پرداخته؟ که بشه به شهامت آقای کرزای میگه که ما بازم امروی رئیس سیایی در اینجا دیدیم و برش گفتیم که دیگه برای ما کمک کنین، امیر بشه به شهامت لیستشان بکشه که پول ها در کجا مصرف شده، چی رقم مصرف شده و این را بته به یک سندش به پارلمان بته و بته برای تمام تلویزیون ها که ملت افغانستان آگاه شوه که واقعا ایمیر رهبر ما خائن نیست. اگر پول گرفته ده اینی راه های به نفع ملت افغانستان مصرفش کرده که یک کار خیلی سپاسگزار هستم از حضورتان در این بس و همچنان از شما بیننده عزیز تا برنامه دیگر و فرصت دیگر. وقت خوش، خدا نگهدار.